السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، دوستاني عزيز، إن أسب توفيقي الله سبحانه وتعالى وبارزوي صحتي كامل شما آغاز میکنیم درسی بیستمرا در مضمون عقیدة از سمستر چهارم. دوستان عزیز، در درس گذشته و بلکه چند درس گذشته ما و شما درباره ناقض سیوم سخن گفتیم و گفتیم که توحید ثالث یا قسم ثالث از توحید که توحید الوهیت است، اگر کسی او را ناقض کنه، خب طبق تعبیرات که در کتاب شما به کار برده شده، کافر میشه و از دین بر میگردم. امروز باز ناقض چهارم را آغاز میکنیم و شما باید در اجمال اینا این تفصیل هست. در اجمال یک دفعه ارزم چهار قسم توحید نم برده شده بود. توحید چهارم راجع به رسول الله صلی الله علیه وسلم است. یعنی سه قسم توحید گذشته قسم متضمن قسم اول کلمه هست، کلمه شهادت که میگوی اشهد ان لا اله الا الله. سه قسم توحید متضمن این بخش هست و قسم آخری یا قسم چهارم باز متضمن کلمه یا جز آخری کلمه متضمن یعنی توحید است که میگوی که و اشهد ان محمد عبده و رسوله. خب حالا فهمیدین که راجع توحید یا مناسبات و بحث توحید به رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلق داره. در بحثای گذشته که تعلق به سه قسم توحید داشت، مربوط یا الله سبحانه و تعالی میشد. خب حالا رسول الله صلی الله علیه وسلم یک شخصیت داره و یکی اعمال و می اخبار که از طرف الله سبحانه و تعالی آورده. از مثلا شما میگین به طور مثال روزانه گفته میشه که تو مسائل شخصی کسی را چی میکنی؟ بر عمل و کردارش انتقاد، اگر در انتقاد کن. همین هر دو تا مطلب منصوب بشه. یا کسی کار میکنه، کارش میکنه، یگان وقت امی انتقاد و اعتراض به کارش متوجه هست، به شخصیتش متوجه نیست. یا بعضی مردم بر شخصیت کسی کار داره و اعتراض داره. به هر دو قسم اگر به رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شد، یا به شخصیتش با یا به آن چیزی که او خبر داده از طرف الله سبحانه و تعالی کنم پیغام آورده، رسول پیامبر هست دیگه، پیام آورده و شما در پیامش نقص میکنی. یعنی حالا شما یک پیام داری و یک پیامبر داری. با اگر در امی پیامبر در شخصیتش تن وارد کنی، این سبب کفر و ارتداد میشه. و یا در امی پیامش شک کنی، تردید کنی، تن وارد کنی، این سبب کفر و ارتداد میشه. ما امیدوار هستیم که مسئله واضح شده باشه برای شما، و اگر واضح نشده که کتاب را خواندین، امیدوار هستیم که واضح تر شوه. میگوی که النوع الرابع من النواقض، قسم چهارم از نواقض، میگوی هو کل قول او فعل او اعتقاد یتضمن الطعن فی الرسالة او فی صاحبها علیه افضل الصلاة و اتم التسلیم. هر آن قول هست، سخن هست، و هر آن فیل و عمل هست، و هر آن اعتقاد هست که این قول یا عمل و یا اعتقاد متضمن طعن وارد کردن در رسالت در رسول الله صلی الله علیه و آله و یا در صاحبی ها، در صاحب رسالت که خود رسول الله صلی الله علیه و آله باشه، علیه بر او افضل الصلوات، بهترین دردها و اتم التسلیم، سلامی فرام. خب چرا ایره از نواقض گفتین؟ از خاطر لان ذالک ینقض شهادت ان محمد رسول الله. وقتی که شما شهادت میتی که محمد رسول الله هست
و باز در رسالتش در پیامش و یا پیامبریش تن وارد میکنی دیگه این نقص میشه. فإن هذه الشهادة هي شهادة تعني التصديق والتصديق كدم بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهر چن كي ثابت شد از رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حق وصدق. هر چی كي از رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت شد باید و كي حق است و راست است و ان محمد صلى الله عليه وسلم اهل له ربه. محمد صلى الله عليه وسلم از طرف پروردگارش اهل امی دانسته شده. تو نیست که پروردگار مسئولیت سنگین را به هر کس داره، بلکه به یک کسی داره که او را اهل امی دانسته و او را اهل امی ساخته و حلاه و او را رسته ساخته به جمعی صفاتی به همه صفات التي تمکنه، صفاتی که به او اختیار داده من اداء رسالتی تمکنه که او را تمکن داده و قدرت داده که ای رسالت را ادا کنم و تبلیغ ها ای را رسالت و مسئولیت را برسانه علی اتم وجه و اکمله به وجه کاملش ای رسالت را و ای پیامبری را برسانه. خب یک کسی که الله سبحانه و تعالی اهل او را امیر دانسته باشه، اهل امیکار و او را آرایسته و شایسته به صفاتی گردانیده باشه که به سبب همین صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت و پیامبری را به طریقه اکمل و اتم میرسانه، بس اگر کسی در او تن وارد میکنه مطلبش ایست که رسول الله صلی الله علیه وسلم را قبول نداره یا رسالتش قبول نداره و ضمنا نقص جزء اخير كلمه كردن. وبهذا تعلم انه ينقض هذه الشهاده احد امرين باي بفهم يمكن نقص ميكون اي شهادت را يكي از دو امر. الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن وارد كردن در رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن الثاني انكار بعض ما اخبر به، دومي كي انكار كردن از بعض ان كي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرا بان خبر داره. مما يتناقض مع استفاء الله له، كي تناقض داشته باشه ام انكارش باي كي اختيار نموده الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبلیغ دينه براي رساندن دين خود الى عباده ببندهاش. فيكفر مثلا كافر مشه كل من طعن في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كس كي طعن وارد كنه در صداقت رسول الله صلى الله عليه وسلم و او امانته یا در امانتش، ولا یعوذ بالله بگوی که صادق نیست رسکو نیست، ولا یعوذ بالله، او یا بگوی که و امانتدار نیست در امانت خیانت میکنه، او عفته یا در عفت و پاکی او او صلاح عقله، یا میگوی که ولا یعوذ بالله در عقلش مشکل داره نحو ذلك. و یکفر و همچنان کافر میشه من صبر رسول صلی الله علیه وسلم، کسی که رسول الله صلی الله علیه وسلم را فحش بگویه او استهزا با و تمسخر کنه، استخف منه ایرا تمهین و تحقیر کنه، او بتصرف من تصرفاته الثابته یا از تصرفاتی که ثابت شده به ای چیزا تمسخر کنه. خب ای چیزا بسیار واضح هست و بسیار اتفاقی هست و ضمنا برایتان بعضی مراجع میتیم. اگر شما کتاب بزرگ بنام بحر الرائق، البحر الرائق از ابن النجیم کتاب ارتدادش بخوانین و یا کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول از ابن تیمیه، از همه فقها و علما و همه چیزا را نقل میکنه که سبب تکفیر میشه، و خصوصا کتاب اخیر خاص در همین زمینه نوشته شده و ده ها کتاب نوشته شده. به هر حال در کتاب خلاصه و بعضی چیزا را آورده و یا اشارات کردن و امور که هست ثابت هست از همه علما. و یدخل فی امر ثانی، داخل میشه همچنان در امر دوم، انکار و ای امر من الامور، انکار کردن هر امری از امور التي اخبره بها که رسول الله صلی الله علیه وسلم ما و شما را خبر داده به آن. فیکفر من انکر، مثلا این تفصیلش هست، مثلا
پس کافر میشه من انکر مخبر بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ثبت عنه از ثابت شده در حدیث صحیح با سندهای قوی من البعثی که بعد از مردن زنده شدن هست. خب کسی انکار کنه از این میگه که بعد از مرگ با زنده شدن نیست دیگه، خلاص کسی مرد مرد دیگه، رفت کارش خلاص شد. خب این طبعا دیگه بدون شک کسی شک نداره که انکار میکنه از بعض بعد الموت و از ایمانیت به سبب کفر بشه. و الحساب و المیزان، از حساب منکر میشه، میگه حساب و کتاب و میزان ترازوی گفا نیست والعیاذ بالله. دیگه حق هر کس خورد دیگه خوردی حساب نداره، و اگر کسی را به قتل رساند هم کدام اشکال نداره، هم مرتکب هر چیز میشه. خب دیگه وقتی که میگه حساب و کتاب نیست دیگه، باز هر کار انجام میده، چون که اگر مجرمین از قانون از قوانین نترسه دیگه جلوی مجرمین باز گرفته نمیشه. و صراط یا از پلی صراط منکر شو، یا از جنت و نار، یا از بهشت و از دوزخ منکر شو، غیرها و غیر از اینا من المغیبات، از چیزای غیبی. خب دون شک سبب کفر میشه. و نگفتن منه که بعضی از سیکولارا و ملحدین که در کشورهای عربی با یکی از گروه های اینا چیز میگویه، علمانیین میگویه، میگویه که ما با چیزای غیبی مغیبات ایمان نداریم. خب اینا حتی باز از عقلشان هم منکر میشه، چون که عقل اینا رو دیده نمیشه دیگه. بسیار از چیزا هست که ما و شما اینا رو نمیبینیم، لیکن مقصدش این نیست که وجود نمیداشته باشه. کدام چیزی که ما نمیبینیم یا ندیدیم مطلبش این نیست که وجودم نمیداشته باشه، اگنی دیگه اینا عقل خود را هم ندیده و اینا بی اخلاص و بدون شک بی اخلاص. و یکفر من انکر شیئا من القرآن مهما کان، این کافر میشه کسی که انکار کنه یک چیزی از قرآن مهما کنه، هر چند که باشه، یعنی اگر چه بسیار کم باشه. شما ببینید اینجا حواله داده به شرح ملا علی قاری از فقه الاکبر، لأن جميع آيات القرآن أخبر عليه السلام أنها من كلام الله، فمن جحد شيئا من ذلك فقد كذب الرسول. از خاطر كي برهم آيات القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد كي از كلام الله سبحانه وتعالى از، ومن جحد شيئا من ذلك، اگر كسي انكار كنا از زنا از يك چيز از زنا، فقد كذب الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم را تكذيب كده. ويكفر من انكر حكما من الأحكام الثابتة، همچنان کافر میشه کسی که انکار کنه از یک حکم ثابته در قرآن و سنت. فینکرو یکفرو کل من انکر فریضه الصلاه و الزکات او حرمت زنا او السرقه، همچنان کافر میشه کسی که انکار کنه از فرضیت نماز، میگه نماز فرض نیست، یا بگوی زکات فرض نیست، یا میگه والعیاذ بالله زنا حرام نیست، مثل که الاباحیه بودن امی فاطمیون یا بواهیه که در مصر یک وقت حکمرانی کرده بودن، اینا را اباحیه الاباحیه می نامند. و تا عالم شاید بعضی از ریشه و گروهش باقی مانده باشه، اینا را به این خاطر اباحیه می گوید که اینا زنا و این چیزا را حرام نمی دانستن. خب او سرقه یا میگوی که دوزدیم حرام نیست، او ادعا زیاده رکعت فی عدد صلات، یا دعوه کنه که مثلا نماز عصر 5 رکعت است، او جوازی ها بدون وضوع ذالکه، بگو نماز وضوع چی میکنه، نماز بغیر از وضوع صحیح است. خب این چیزا که هست بسیار واضح هست، به سبب او بدون شک کسی کافر میشه. وضوع کردن در آیات ها و در احادیث ثابت است و همه میکنه، چیز نیست که یک چیزی پوشیده باشه. خب اگر یک مسئله بسیار پوشیده و یک مسئله بسیار نخفته در جزیات باشه، اگر کسی خوب نمیدانه و از یه نباشه و انکار کردن و کسی ورا تکفیر نمیکنه، لیکن از این چیزهای بسیار واضحی که حرمت زنا است و دزدی و یا نماز بدون وضو
بدون شک ای سبب تکفیر میشه ولیکن و سبب کفر میشه ولیکن یعذر من جهل شیئا لیس مشتهرا لیکن معذور دانسته میشه کسی که انکار کنه چیزی که مشهور نباشه به دینی در دین ولا یعلمه الا خاص العلماء نمیدانه او را مگر خاص علماء او را میدانه خب در این صورت اگر انکار کنه چون که نمیدانیست نمیفهمید در این صورت معذور است کافر نیست ولا یکفر ایضا کافر نمیشه همچنان من کر حکما مجتهدا فیه و لیس مجمعا یا حکمی که بر او اجماع حاصل نشده بلکه یک حکمی هست که یک حکم اجتهادی هست اگر از او انکار کنن دیگر کافر نمیشه چون که مسئله اتفاقی را انکار نکردن لیکن یک چیزی که بود عدد رکعت و نماز و حرمت زنا و سرقه و این چیزا از این هیچ کس انکار نکرده به جز از کفار و از چون که مسائل مسائل اجتهادی نیست یقول الامام النووی امام نووی رحمه محیدین نووی میگه و كذلك الامر في كل من انكر شيئا مما اجتمعت الامه عليه همچنان هست حکمی کسی که انکار کنه و از هر چیزی که امت بر او اجتماع کرده من امور دینی در از امور دین از جمله امور دین اذا كان علمه منتشرا که علم آن منتشر باشه پخش باشه عام باشه که صلوات الخمس مثل نمازای پنجگانه و صوم شهر رمضان روزه و الاغتسال من جنابتی غسل کردن از جنابات و تحریم الزنا و الخمر و نکاح و زوات المحارم و نحو من الاحکام ای چیزایی هستن که امور از دین هستن که علمش بسیار پخش منتشر است و هر کس می دانه پنج نماز پنج وقت نماز روزه و کسی جنوب شه و باید غسل بکنه و تحریم زنا و خمر ای چیزا بسیار مشهور هستن دیگه باید با زوات المحارم با عمه و خاله و مثلا با خوار با این چیزا نکاح کرده نشوه اگر کسی انکار از می کنه کافر میشه الا ان یکون حدیث عهد بالاسلام ولا یعرف حدوده مگر ان کسی که تازه تازه مسلمان شده دیگه نمیفهمه و نمیشناسه انکار کرده از یک چیزی خب تکفیر نمیشه فانه اذا انکر شیء منها جهلا جهلا لم یکفر کافر نمیشه فاما ما كان الاجماع عليه معلوما من طريق علم الخاص اگر ایک اجماع او معلوم باشه از علم خاص مثل تحریم زنا المرأة و عمتها و خالتها مثل خب تحریم نکاح مرأة و عمتها حالا مثلا دو با دو زن نکاح کردن یا بیشتر از اون در اسلام جایز هست لیکن در یک وقت نمیتونی که امرا یک زن نکاح کنی و عمایش هم در نکاح شما باشه جمع کردن زن با عمه با عمایش یا جمع کردن زن با خالهش یه حرام هست و این اجماع مده خب اگر کسی از این کار کنه میگوی که سیس اجماع مده لیکن در میانی از طریق علم خاص مده این قدر علمش منتشر نیست یک دفعه از کسی انکار کنه میگوی چرا جایز نیست که جایز است میتونیم که برای امیزان و زن و عمایش نکاح کنیم هر دوتا یا خالش خبر نداشته باشه یا اینکه بگوی که القاتل عمدا لا یرسو و اینکه از انکار کنه که قاتل عمدن کسی که قصدن یا کسی را قتل کنه و ارث نمیبره مثلا یا کسی پدر خود را قتل به قتل میرسانه دیگه از میراثش محروم میباشه و یا که برای مادر کلان سوتس باشه ششک و ما اشبه ذلک مشابه مسائل مثل چهار مسائل که ذکر کردن من الاحکام من الاحکام فإن من انکر لا یکفر کافر نمیشه بل یعذر فیها پورا معذور دانسته میشه لعدم استفاده علم فی العامه در میان مردم عام علم یه چیزا بسیار منتشر و فخش نیست دیگه از همین خاطر علم کسی نباشه
یک چیزی نبلد برش معلوم میشه و انکار میکنه، به سبب انکارش کافر نمیشه. خب دوستان عزیز، وقت و فرصت اختصاصی به این درس پایان خود رسیده. موفق و سر بلند باشید.